حالا اسام الدین سراج و سنتی ایران را در استیدو با خود داریم خیلی خوش آمدین آقای سراج به کابل خیلی خوش آمدین ممنون چه پیام را می با برگزاری این گونه کنسر تا در کابل به مردم افغانستان برسانیم؟ پیام موسیقی همیشه صلح هست و مهر است و شادی و اگر هم گاهی مردم غمی داشته باشند شرکت در غم مردمه و ما این برنامه رو به این جهت انجام دادیم که همدلی بین مردم ایران و افغانستان انجام بشه و مردم افغانستان و ایران وجوه مشترک فرهنگی بسیاری دارن از جمله در زمینه موسیقی که ما در موسیقی مقامی خراسان خودمون یا در موسیقی مقامی سیستان و بلوچستان خودمون این نوع از موسیقی رو تجربه کردیم و محورهای مشترک فرهنگی و هنری بین ایران و افغانستان بسیار زیاده من به عشق مردم افغانستان واقعا این سفر رو اومدم و باستابش رو هم دیدم یعنی استقبال خوبی که مردم افغانستان از برنامه ما داشتن واقعا در خور توجه بود و من همینجا از مردم خوب افغانستان تشکر کنم چقدر مطمئن هستین در واقع از این طریق میتونین میان شهروندان افغانستان و شهروندان ایران همدلی ایجاد کنین و روابط فرهنگی دو کشور در واقع از این طریق گسترش پیدا کنه به هر حال زیر ساخت ارتباطات مردم در همه جهان فرهنگ و هنر که یک شاخه مهمش موسیقی هست میتونه تاثیر به سزایی در زمینه ایجاد همدلی و ایجاد ارتباط بین مردم داشته باشه و ما خب عزیزان افغانی رو در ایران هم داریم و بسیار خوبن مثلا ما یه جشنواره ای داشتیم در زمینه آواز که نفر دومش یک عزیز افغانی بودن که در سطح ایران ازشون تجلیل شد این بار اول تان است بعد در واقع به افغانستان بله، می بله، پیش از آمدن تان به کابل چی فکر میکنند در باره مردم افغانستان؟ مردم افغانستان رو که ما همیشه دوست داشته بود داریم اما در مورد فضای افغانستان من فکر می میکردم که یک فضای کاملا نظامیه و این ارتباطات فرهنگی درش کم ولی خب خوشبختانه دیدم اینجا فضا زندگی مردم به نحوه عادی جریان داره ولی خب کنترل ها به جهت حفظ جان مردم که لازمه اینجا انجام میشه زمان به کشورتان در واقع ایران بر و همشریانتان به مردم ایران درباره افغانستان چی میگن چرا در واقع گرد آوری کردن چرا می با خود میخواین به ایران ببرین در بله. مورد در مردم افغانستان من میگم افغانستان بسیار کشور جالبیه و مردمان بسیار خوبی داره و فرهنگ و هنرش به ما بسیار نزدیکه بخش موسیقی افغانستان در واقع شما تا حالا چگونه پیدا کردین؟ آیا دید و بازدید ها با آوازخان های افغانستان با نوازندگان افغانستان داشتین اگر داشتین اینها را در بچی ساعت در منطقه در واقع این پیدا کردین؟ ما در ایران جشنواره هایی داریم که در این جشنواره ها از موسیقیدان های سراسر دنیا دعوت میشه و گاهی موسیقیدان های پاکستانی داشتیم قوال های پاکستان رو داشتیم گاهی از هندوستان داشتیم که تابلا نوازها و آرمونیوم نوازنده های آرمونیوم و به حال اون قوالی و فرم همخوانیی که داشتن بسیار جالب بود برای من و خیلی دوست داشتم که اگر این اتفاق بیفته یک زمانی یک برنامه مشترکی یک گروه افغانی و یک گروه ایرانی با هم حالا در ایران داشته باشیم ان که این اتفاق بیفته حالا در گام بعدی در واقع میخواین به می هدف برسین ان از این طریق در واقع در نهایت چه میخواین تا به کجا کارتان ادامه میخواین بدین به هم عرض کردم همون همدلی و نزدیک شدن به عزیزانی که در کشور افغانستان هستند و با ما هم فرهنگ هستن اما حراس نداره نگران نیستین در واقع مناسبات سیاسی افغانستان ایران متاثر میش سازه این تلاش های شما یا متاثر خواهد ساخت نه ما افغانی ها رو خیلی دوست داریم و من در این سفرم به کشور افغانستان هم علاقمند شدم استقبال شهروندان کابل از شما چگونه بوده خیلی خوب بود یعنی غیر قابل تصور بود واقعا چون ما ساعت چهار قرار بود شروع کنیم وقتی ما اومدیم تو سالن کاملا پر بود و تازه دوستان میگفتن که کارت هایی توزیع شده برای عزیزان که به کنسرت بیان و اگر تعداد این کارت ها بیشتر می بود و ظرفیت سالن بیشتر می بود قاعدتا تعداد بیشتری از عزیزان رو ما در سالن داشتیم به هر حال این استقبال و همدلی رو من در خور تقدیر میدونم و از عزیزان افغانی تشکر میکنم و همینطور از دوستانی که در کشور افغانستان سبب شدن که این برنامه برگزار بشه میزبانم با آقای دکتر عبدالله بودن و تلاش کردن برای اینکه این برنامه برگزار بشه همچنین دوستان ایرانی ما که اونها هم خیلی زحمت کشیدن برای برگزاری این برنامه و این تلاش در واقع چقدر کمک خواهد کرد در بهبود روابط سیاسی افغانستان ایران مسلما در بهبود روابط موسیقی همیشه موثره چون موسیقی زبان مشترک همه مردم دنیاست ما در زبان فارسی یا در زبان انگلیسی یا در زبان هندی مقاصد خودمون رو بیان میکنیم اما کمتر اتفاق میفته که به هم به صورت کامل نزدیک بشیم ولی در موسیقی کاملا افراد به هم نزدیک میشن ملودی ها رو با همدیگه میتونن مشترکن گوش بدن و لذت ببرن ازش همینطور که ما از موسیقی شما لذت میبریم قاعدتا دوستان عزیزی هم که امروز بودن موسیقی ما برشون لذت بخش مردم ایران در برای های افغانستان در واقع چی گونه میبینن؟ آیا شنونده موسیقی افغانستان هستن بیشتر دوست دارن کدام موسیقی از کدا آواز کدام آوازخانه در واقع بشنوند؟ ما در ایران فرد خاصی رو از افغانستان به عنوان خواننده شاخص یا نوازنده شاخص نمیشناسیم از دیگر کشورها چرا هست این اتفاق افتاده ولی از افغانستان نمیشناسیم ولی موسیقی افغانی رو مردم ایران خیلی دوست دارن یعنی حتی در موسیقی پاپ تاثیر بسیاری روی موسیقی پاپ ما گذاشته بسیاری از ملودی هایی که در موسیقی پاپ ما اجرا میشه از موسیقی افغانی الهام گرفته شما شخصا کدام آوازخوان افغانستان را دوست دارید حالا در کشورهای منطقه به در کشورهای فارسی زبان به مثل تاجیکستان احمد زاهر خیلی شهرت است دولت من خلف دولت من خالف یا دولت من خلف من رو خب دوست دارم باشم دوستی داریم گاهی ایران میاد هم دیگر رو میبینیم باید. و از افغانستان کدام؟ از افغانستان متاسفانه توفیق نداشتم که عزیزان رو از طریق اسم تعقیب کنم یا آشنایی و مراوده باشون داشته باشم دوست دارم که این اتفاق بیفته حالا انشالله در این سفر سپاسگزارم خیلی ممنون از حضورتان در برنامه حسام الدین سراج آبازخان سنتی ایران ممنون. شما مرسی